اتهاماتشون بوده. سرکار خانم، آقای مهندس ارژنگ داوودی چند سالشونه؟ 56. و دقیقا شغلشون پیش از این دستگیری چی بود؟ ایشون مدیریت مدیریت فرط و حکمت، مدرسه فرط و حکمت رو داشتن، به عنوان یک معلم، یک مدیر تو این مجموعه فرهنگی فعالیت داشتن. بچه خانم داوودی، فرزندانی داری؟ نه خیر. آقای مهندس داوودی پدر و مادرشون زندن؟ نه خیر، پدرشون در قید حیات نیستن ولی مادرشون بله هستن. بارها در طول این سالها که من زندگی ایشون رو در زندان دنبال می کردم پی بردم که ایشون رو به زندانهای بسیار بد حتی در جنوب ایران تبعید کردند. چرا؟ خب این محرومیت ها و محدودیت ها برای همه این زندانیان سیاسی تا اونجایی که میتونن تو شرایط بسیار سخت و وحشتناک قرار میدن. آقای حداد قاضی ایشون بهشون گفته بودن من حالا که نتونستم اعدامت کنم یه کاری میکنم که نابود بشی. دقیقا همچین بلایی هم سرمون آوردن. ما به معنای واقعی از هست و نیست ثابت کردن. الان هم که یه شرایطی رو پیش آوردن که دیگه واقعا جون ایشون در معرض خطره. ایشون بارها اعتصاب قضا کردن هر بار به دلایلی. علت اصول تا اونجایی که من میدونم مهندس ارژنگ داوودی یکی از مقاومترین زندانیان سیاسی ایرانه و در طول تمام این سالهایی که در زندان بوده من نشنیدم که جایی با این حکومت و با مسئولین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات یا زندان سازشی بکنه. در درون زندان هم فعال بوده، در درون زندان هم از زندانیان سیاسی دیگه حمایت کرده، با موارد متعددی در ارتباط با گرفتاری های اونها کار دست خودش داده و همون گونه که گفتم بارها عرض کنم دست به اعتصاب قضا زده. این بار دلیل اعتصاب قضاش چیه؟ به خاطر دو تا دلیل ساده و به حقی که برای همه اون کسایی که داخل زندان هستن در نظر گرفتن. ایشون حق تلفن کردن ندارن. الان بیشتر از 3 ماه نمیتونن تلفن کنن به هیچی، اصلا تماس تلفنی ندارن. 22 بهمن پارسال سال 88 هم به دستور رئیس زندان آقای حاج کاظم از بند عمومی منتقل شده بودن به بند انفرادی بدون هیچ دلیل و هیچ توضیحی. ایشون شکایت کرده بودن به خاطر این موضوع، با اینکه دادستان کرج دستور داده بود رسیدگی بشه، متاسفانه هنوز که هنوز رسیدگی نشده. به این دو دلیل شروع به اعتصاب قضا کردن. جالبترش اینه که برای اینکه رسیدگی کنن پیش درآمد رسیدگیشون این بود که ملاقاتمونم قطع کردن. ملاقات که قبلا داشتیم اونم قطع کردن. یعنی نمیدونم چی میشه، چه کلمه میشه آورد که رسیدگی اینا به این صورت بود که محدودیت های بیشتری در نظر گرفتن. جایی میخوندم
که منزل شخصی ایشون هم خیال دارن مصادره کنن، این درسته؟ البته نمیشه گفت خیال دارن، مصادره کردن. شما کجا زندگی میکنی؟ اینو نپرسید آقای قائم مقامی. شما چطوری زندگی؟ خب شرح حال تأسف آوریه. بله ببینید آقای گنجی، خواهش میکنم یه نکته رو میخوام یادآور شم. شما حتما مستحضر هستید که چه فعالیت وسیعی برای حمایت از خانم نسرین ستوده در خارج از کشور صورت گرفت. کامل و باعث افتخاره، منجر به این شد که حکومت جمهوری اسلامی فرزندشون بذاره خارج بشه. بله ببینید خانم نسرین ستوده یک وکیل شجاعه که شجاعانه با جمهوری اسلامی در ستیزه و قابل ستایش و حمایت. اما خانم ستوده بعدی بلندش اینه که مورد عنایت عرض کنم اصلاح طلبان در داخل و خارج از کشور بود، مورد عنایت سایت کلمه بود. سایت کلمه، اصلاح طلبان خارج از کشور، سبزهای اسلامی نهایت کوشش رو کردن تا کمپین حمایت از ایشون جهانی شد، ولی چه بسیار زندانیان سیاسی که از این حمایت برخوردار نیستن. یک نمونش همین ارشنگ رابطی است. یک نمونه دیگرش وبلاگ نویس خوزستانیه که عرض کنم که همین چندی پیش دستگیر شد و اصلا کسی نمیدونه کجاست. نمونه های فراوانی در زندان داریم که اعتصاب قضا کردن، ولی کسی اونا رو مورد حمایت قرار نمیده، کسی اصلا نمیدونه وجود دارن، کسی یک کلام راجع به اونا حرف نمیزنه. و به خاطر همینه که من فکر میکنم باید یک رسانه ایم باشه که اینها رو نام ببره. و به خاطر همینه که من خدمتم گفتم من کوششم بیشتر نسبت به مسائل داخل ایرانه و طرح این مسائله، چون جای این مسائل در رسانه های فارسی زبانه چه خارجی چه خودی کم است، خالی است. مطلقا شما نمیتونی انتظار داشته باشید از رادیو فردا که از ارژنگ داودی حمایت کنید، مطلقا نمیتونید توقع داشته باشید از صدای آمریکا یا بی بی سی و رسانه های بی بی سی صدای فرانسه در ماشون فشرده است که شاید اینا در اولویت های اولشون نیست. و به خاطر همینه که این گوش یک رادیو میخواد تأکیدشو، تمام تأکیدشو بذاره رو دید. اگر من درگیر مسائل خارج از کشور بشم، بیانیه این گروه، شورای اون گروه، جنبش این گروه، اختلاف نظرهاشون، پیوستنشون، گسستنشون، این سوی مبارزه خالی میمونه که خالی هست و خلایش مخصوص آیت. خیلی خیلی مطلب اساسی رو بیان فرمودید. حالا بعد از این همه تجربه‌ای که شما در داخل و خارج کشور دارین، نظرتون امروز در مورد تأثیر کار رادیو تلویزیون های فارسی زبان لس آنجلس و نقاط دیگر اروپا و امریکا در چیست؟ تأثیرشون در داخل کشور چیه؟ حداقل جناب گنجی، حداقل خواه و ناخواه افشاگری میرامونه. بسیاری از مسائلی که هم میهنان در داخل کشور از دریافتشون محروم است. یعنی هر رسانه‌ای که اینجا در خارج از کشور فعالیت میکنه به هر حال مطالبی رو بازگو میکنه، تصاویر رو پخش میکنه، موسیقی رو پخش میکنه که در ایران پخشش، بازگو کردنش، نمایشش ممنوعه. بنابراین وجود هر یک دونه از این رسانه های ایرانی محترمه.
اما میتونستن بهتر باشن، میتونستن صمیمانه تر باشن، میتونستن مسئولانه تر باشن که انشاءالله خواهند شد و به هر حال وجود تک تکشون محترمه. رسانه های بیگانه هم کما بیش بد نیستن، خبرهایی رو احیانا در اختیار همیهنان میذارن که همیهنان از رسانه های جمهوری اسلامی دریافت نمی کنن. آقای جمشید درست نقش این رسانه‌های خارجی که اشاره کردین مثل بی بی سی و صدای امریکا و رادیو فرانسه و اینا بیشتر در زمینه ارتباط با رعایت حقوق بشر در ایرانه، چگونه می‌بینید این مسئله رو؟ من اتفاقا فکر نمی‌کنم اینا دل با پس حقوق بشر در ایران باشن، هیچ کدومشون نیستن. اگر به این مقوله می‌پردازم، حفظ ظاهری عمده فعالیت اونها پیشبرد سیاست های دولت های مطبوعشونه. باید دید که مثلا سیاست وقت مثلا فرانسه در مورد ایران چیست، در اون جهت حرکت میکنن. سیاست وقت دولت انگلیس چیست، بی بی سی در اون جهت حرکت میکنه. سیاست وقت دولت آمریکا چیست، اونها دغدغه مسئله حقوق بشر رو ندارن. دولت هاشون دغدغه مسئله حقوق بشر در ایران رو ندارن. دولت آمریکا حاضر فردا با جمهوری اسلامی باب روابط سیاسی رو باز کنه، روی هم رو ببوسن، همکاری کنن، بیان که یک کلام در مورد مسائل حقوق بشر حرفی زده شده باشه یا تضمینی از جمهوری اسلامی گرفته باشه. شما چه انتظاری دارید که حالا رادیو فردا نگران با باشه؟ رادیو فردا به طور آشکار در جهت تحقق اهداف ایالات متحده آمریکا موضع گیری میکنه. مثلا خیلی آشکاره که حکومت آمریکا در مواردی با بخشی از اپوزیسیون اسلامی، یعنی بخشی که در جمهوری اسلامی در حال حاضر به صورت تکتیکی کنار کشیدن، به هر حال داد و ستد داره. و برای این میبینید که دست حمایت رادیو فردا پشت سر این کسانه، پشت سر این سازمان ها، پشت سر این گروه هاست. یعنی احیانا فقط برای اینکه مسئله‌ای که مطرح میکنم بهتر فهمیده بشه، مثلا ایجاد یک حکومت اسلامی معتدل‌تر میتونه مد نظر آقای اوباما باشه و در این جهت از کسانی حمایت میکنه که همچین اندیشه‌ای دارن. در پی اصلاح حکومت جمهوری اسلامی هست، در پی توافق با خامنه ای هست، کنار آمدن با خامنه ای هستن. اینا جارشون در رادیو فرداست. اینا موضوعات مورد نظر ارز کنم که این رادیو هستن. دنیاشون با دنیای ما بسیار متفاوته. خب این مطلب جالبی رو عنوان فرمودید. ما در حدود، فکر میکنم من که ما در حدود 4.5 تا 5 میلیون ایرانی هستیم که در این کشورها و در دنیا اقامت داریم خارج از ایران. ماها میتونیم فشار بیاریم و مجبورشون کنیم که در زمینه حقوق بشر برنامه های جدی اجرا بکنیم. خیلی از اینا تا هموطنان ما هستن که تو این رادیو ها کار میکنن، در این رادیو تلویزیون ها کار میکنن. ببینید آقای جانم، موفقیت در این امری که جناب عالی بهش اشاره میکنید، شرط نخستین و الزام‌آورش این است که این 5 میلیون خودشون در وهله اول احساس تعهد و مسئولیت بکنن. متاسفانه آقای گنجی، ما 5 میلیون ایرانی مبارز و پیگیر و سیاسی در خارج از کشور نداریم. میلیون ها ایرانی بند نافشون از مسائل ایران بریده هست. میلیون ها نفر از قضا شاید خدا رو هم شکر میکنن که دری به تخت خورد و انقلابی شد، اونا شهروند آمریکا شدن، فرانسوی شدن، آلمانی شدن، بچه هاشون اینجا بزرگ دارن میشن، پاسپورت آمریکایی دارن. میلیون ها نفر، معدود ایرانیانی هستن که هنوز دلبستی ایران هستن و این معدود هم انقدر دچار تشتت و اختلاف نظر سیاسی با هم هستن، یعنی سرکردگان رو در تشتت و در اختلاف میبینن که بسیاریشون سرخوردن، بسیاری کنار کشیدن، بسیاری تماشاگر و نظارگر هستن. شما مثالی براتون، در
بوهه تظاهرات خرداد 88 وقتی که ایران به پا خواسته بود، وقتی رابطه مایی های 3 میلیونی و 4 میلیونی به راه افتاده بود، شما هزاران ایرانی رو دیدید که یه پیشمند سبز، یه روبنده سبز، یه مشمند سبز بسن و آمدن جلوی عرض کنم فدرال بیلدینگ ها و آمدن توی خیابون های استکهلم و آلمان و فرانسه و سالن مد و سینما و همه انقلابی شدن، همه آمدن، همه فریاد زدن، رقصیدن، موزیک، شادی. اما به محض اینکه اون جنبش سرکوب شد، اون همه کجا هستن آقای گنجی؟ کجان اون کسانی که اونطور فریاد میکشیدن، پرچم تکون میدادن، در خیابان ها شلوغ میکردن؟ از نظر اونا مبارزه تموم شد، تعطیل شد. دو مرتبه در لاک خودشون هستن، دوباره زندگی خودشون رو دارن میکنن. شما با چنین هموطنانی چطوری میتونید مجامع بین المللی رو تحت فشار قرار بدید؟ شما با چنین رهبران و سرکردگان سیاسی که برای نمونه در مورد ابتدایی ترین اصول قادر به برقراری دیالوگ با هم نیستن، چطوری میتونید به رادیو فردا فشار وارد بدید؟ چه سازمانی دارید شما؟ چه تشکیلاتی دارید؟ هر کسی برای خودش دسته‌ای داره، منشوری را انداخته، جمعیتی، نهضتی، جنبشی، این خیال انقلاب داره، اون صدور انقلاب داره، این رهبری میکنه، اون یارگیری میکنه، اون دولت در تبعید تشکیل میده، این برای فردای ایران نظر میده. حالا که ما یه موزن داریم، جمهوری اسلامی برود، اینها سر این مسئله نمیتونن با هم مذاکره کنن. یعنی یک شرط، یک شرط، ای همه کسانی که خواهان برچیدن حکومت مذهبی در ایران هستید، بیایید دور هم با هم صحبت کنید. این اتفاق به این سادگی نیفتاده و به خاطر همینه که نه ما نمیتونیم تأثیر بذاریم، یعنی ایرانیان خارج از کشور رو میگم، نمیتونم تأثیر بذارم روی رسانه های بین المللی و به خاطر همینه که این رسانه ها اون چیزی که صلاح دولت هاشونه عرض کنم پیگیری میکنن، در اون جهت فکر میکنن. آقای گنج، ما در سالهای اول انقلاب خیلی تأثیر بیشتری رو رسانه های امریکا رو که من قشنگ خوب میدونم میگذاشتیم تا حالا، کاملا دلیل اتحادیه هم داره. بله، و حالا اون تأثیر رو نمیدونم. آقای گنجی، امید به بازگشت غلط یا درست یا تر بود. همه فکر میکردن این ماجرا یک ماجرای موقتیه، یک طوفان موقتیه در حال عبوره و دنیا وجود یک حکومت ارتجایی مثل خمینی رو بر نمیتابه. ایرانی ها امیدوار تر بودن، رهبران سیاسی اون روز و روزگار صمیمی تر بودن، با تجربه تر بودن، به هم میتونستن نزدیک بشن و حرکت هایی در این زمینه کردند. هنوز ایرانی ها سرخورده نشده بودند، هنوز خسته نشده بودند، هنوز امید داشتند. اما رفته رفته آقای گنجی، انتظار اونها به ثمر نمیشه. اونها فکر میکردن که به یک چشم هم زدنی اوضاع دگرگون خواهد شد. اونها انتظارشون این بود که تحولات مربوط به مملکتشون به عمر اونها برسه و در حقیقت فراموش کرده بودن که عمر ملت ها اصلا قابل قیاس نیست با عمر زندگی شخصی ما ها، و به خاطر این به دراز مدت هم نمی اندیشیدن. اما حالا رفته رفته نامید شدن، کنار کشیدن، مشکلات زندگی، عادت های تازه، رفت آمد های تازه، فضای تازه، نسل بعدیشون به همین ترتیب، و به خاطر اینه که عرض کنم اون شور مبارزاتی آغاز کمتر هست و همینطور هم که جلو میایم آقای گنجی میبینید که کمتر میشه. به خاطر همینه که من جرقه باید در ایران زده بشه. درست، این کاملا 88. بله، اونجا وقتی حرکت آغاز بشه خودگان اینجا بیدار میشن. کاملا درست، این تفاوت های اینجا باره دیگه به میدون میان، ما این تجربه رو داشتیم. درست، لذا باید هر
ایرانی مبارزی، هر رسانه مبارزی تمرکزش رو بگذاره بر حمایت از حرکت های آزادی خواهانه در داخل کشور. درسته، کاملا. با این امید که بار دیگه مردم در داخل کشور با بهره گیری از تجربیات گذشته، به ویژه تجربه خرداد 88، یک بار دیگه به خیابون ها بیان و تا به دست آوردن پیروزی مطلق از خیابون ها بیرون نرن، باز نگردن به خونه ها. جمع قائم مقامی، توجه برنامه شما بیشتر روی چه گروه سنیه؟ بیشتر جوانان و بیشتر زنان و بیشتر جوانان و زنان، همه کارگران. کارگران ما با همشون بره، ما با همه اینا در تمام. ببینید، من در تمام این سال ها با تمام اعضای سندیکای شرکت واحد نشی گرفتم، با تمامشون عرض کنم در ارتباط بودم، با جوانا، با دانشجویان. توجه من به همه این هاست، اما جوانهای ایران بیشتر از هر قشر دیگری آماده همکاری با من هستن و در فعالیت های رادیوی من مشارکت میکنن، گرچه پیرمرد 80 ساله و 75 سالم در کسبت خبرنگار، بارها در کسبت خبرنگار در همین چهارشنبه سوری سال گذشته یک پیرمرد 75 ساله که مدتی هم مقیم آمریکا بود و حالا بازگشته به ایران، یکی از خبرنگارانی بود که در یک گوشه تهران وایساده بود و گزارش ها رو برای ما میفرستاد. ایرانی بودن و آزادی خواه بودن به سن کاری نداره. بله، بله. و مبارز بودن هم همینطور. من فکر میکنم اونجا دیگه به شعار خط نمیشه. ما اینجا گاهی اوقات همین من درمالی شاهد بودید، دختر نازنین شما که یک بانوی هستن که در تمام این سالها من این بانو رو دیدم که چگونه با همه وجودش مبارزه میکنه، بارها شاهد بوده کسانی میلیون ها کیلومتر دور از ایران وقتی میان در یک تظاهرات میدونن پارچه رو سرشون میکشن، اینه که آنچنانی میدارن روشون رو به دور بین نمیکنن در خارج از کشور. حالا شما نگاه کنید این جوان ها، این زنان رو برید، هر کس میخواد بفهمه که در ایران چه میگذره و چرا باید امیدوار بود، هر وقت دچار ناامیدی بشه بره و این ویدیو کلیپ های مربوط به قیام تابستان 88 یه بار دیگه نگاه کنه، زنها رو ببینه، مردا رو ببینه، پیر مردا رو ببینه، پیر زنها رو ببینه، دخترها رو ببینه، جوانها، کارگران رو ببینه. ملت ایران اونا هستن. درسته که عقب نشینی کردند، درسته که سرکوب شدن به دلیل رهبری غلطی که وجود داشت در اون ماجرا، اما این پتانسیل هنوز وجود داره، بالفعل وجود داره، باید دلخوش کرد و این اتفاق خواهد افتاد. آقای کمچی، بله من قبول دارم که این به طور قطع اتفاق میفته و اتفاقا میخوام ازتون بپرسم شما آینده ایران رو در 3 تا 5 سال آینده چگونه میبینید؟ من دقیقا نمیتونم بگم چه تحولی اتفاق میفته، پیامبرگونه نمیتونم حرف بزنم، اصلا چنین توانایی ندارم. هر چیزی که در این زمینه بگم مستند به هیچ سندی نیست، بر اساس هیچ محاسبه قابل قبولی نیست، ولی من یک چیز رو میدونم. آیا چی؟ شرایط کنونی پایدار نیست، قابل قبول نیست. این دیوار کجه؟ آیا چی؟ این بار کجه هست؟ به مقصد نخواهد رسید. چگونه؟ چه؟ چند سال؟ چند هفته؟ چند ماه؟ به دنبال چه حادثه؟ نمیتونم. این شرایط قابل قبول نیست. مردم در رنج و درد هستن، مردم حکومت مذهبی نمیخوان، حکومت جمهوری اسلامی وصله ناجوریست در دنیای در منطقه، حکومت جمهوری اسلامی یک سازمان مشخص با یک مدیریت مشخص نیست که کسی بتونه باهاش به توافق برسه، هیچ توافقی، هیچ پیمانی با جمهوری اسلامی قابل تکیه نیست.
معتبر نیست و روز به روز جمهوری اسلامی در معضلاتش بیشتر گرفتار خواهد شد، روز به روز دامنه نارضایی گسترده تر میشه و طبیعی است حکومت‌هایی با پایه و اساس بهتر و مرتبتر و علمیتر و منطقیتر و سیاسیتر و منضبطتر از بین رفتند و پاشیدند، چه رسد به این گروه که در حقیقت خشت روی خشتشون باقی نمونده. آقای دکتر گنجی، بیشتر این تاثیر عرض کنم روحی و معنوی است. سقوط رژیم اسد به بالا بردن سطح امیدواری همیهنان ما در داخل کشور کمک میکنه. از نقطه نظر روانی ضربه مهلکی بر جمهوری اسلامی، از نقطه نظر عملیاتی هم به حال اسد دمشق سوریه عرض کنم که حزب الله لبنان که بعد از رفتن اسد قطعا تضعیف خواهد شد، اینها میتونستن در مواردی بازوهای اجرایی جمهوری اسلامی باشن در زمینهای مختلف، در اشاعه تروریسم در منطقه، در احیانا درگیری‌های منطقه‌ای، گرچه همچین کارآمدم نبودن در یک رو در روی نظامی با غرب و متحدینش اسد و حماس و لبنان و خود جمهوری اسلامی قادر به پاسخگویی نیستن، ولی به نظر من آثار سقوط اسد بیشتر آثار روانی است در جهت تخریب روحی جمهوری اسلامی به عقل حادثه بسیار بسیار عمده خواهد بود و در بالا بردن سطح باورمندی و امیدواری ملی ما ایرانی ها هم بسیار مؤثر خواهد بود، یعنی برای ما آینه عبرتی خواهد شد که یه ملتی که آزادی رو میخواد با اینجا میشد 41,000 کشته داده، شهرهای ویران داده، ولی ایستاده و با یک دیکتاتور داره نبرد میکنه. این میتونه الهام بخش بسیاری از ایرانیان باشه. خب با اجازتون ما میریم به این یک شنبه که میاد، تا اونجایی که من شنیدم ایرانیان گروه های مختلف دعوت میکنن به یک چیز کندلایت ویجیل، چیزی که امریکایی بهش میگن، روز شنبه و یک شنبه. شما چگونه دعوت میکنید از همیهنان و دیگران خودتون که به این کندلایت ویجیل علیه جمهوری اسلامی و به نفع آزادی خواهان ایران مشارکت بکنن ایرانیان؟ عرض کنم که اصلا من در جریان نیستم، من نمیدونم چه کسی دعوت کرده، کجا این اتفاق صورت میگیره. من هم مثل شما، اگر مستحضر بشم که همچین حرکتی، میکروفون این رادیو همیشه به روی دعوت کنندگان و کسانی که دستن در کاران این فعالیت هستن همیشه بازه، چه در لس آنجلس، در آمریکا، در تمام اروپا. وقتی ایرانی ها فعالیت سیاسی دارن میان و در رادیویی که من اصلا برنامه‌ای که من دارم اعلام میکنن که ما شنبه این تظاهرات رو داریم، یک شنبه این گرد همایی رو داریم، این کمپین رو داریم، با کمال میل من در اختیار برگزار کنندگان این تظاهرات هستم که بیان تاریخ و محلش رو اعلام میکنن. طبعا مردم طریق رادیوی ما هم مستحضر بشن، چه بهتر. آقای گمشه خیلی خب، با اجازتون اگه موافق باشین ما بریم به بخش همیهنان. تلفن هاشون اگه با شما میخوان مطلبی رو در میون بگذارن، دو سه تا تلفن میگیریم، بعد شما صحبت میفرمایید، بعد دوباره دو سه تا تلفن میگیریم، شما صحبت میفرمایید. موافق هستین؟ با شما، من در اختیارتون هستم. خیلی خوب. همیهنان، خطوط تلفن رو باز میکنیم. شما شماره تلفن استودیو رو دارین در پایین صفحه تلویزیون، تلفن بفرمایید و سوالتون مطرح بکنید. بفرمایید، روی خط هستین. آقا سلام عرض می‌کنم، بنده از منطقه واشنگتن تلفن می‌زنم. خواهش می‌کنم.